سلام بر شما به بخش خبر تلویزیون ایران فردا خوش آمدید من فریبا شیروزی هستم نمایندگان مجلس شورای اسلامی سرانجام پس از کش و چندین ماه بر سر انتخاب وزیر علوم به محمد فرهادی پنجمین وزیر پیشنهادی حسن روحانی رأی اعتماد دادند. جلسه رأی اعتماد البته با حاشیه‌های غیرمنتظره نیز همراه بود. در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه پنجم آذر که برای بررسی صلاحیت محمد فرهادی وزیر پیشنادی حسن روحانی برای وزارت علوم برگزار شد نمایندگان با 197 رأی موافق، 28 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع سرانجام به داستان دنبالدار و پرهاشیه انتخاب وزیر علوم پایان دادند. به این ترتیب محمد فرهادی که سومین گزینه پیشنهادی رئیس جمهور ایران به مجلس پس از استیضاح رضا فرجی دانا بود رسما به عنوان وزیر علوم تحقیقات و فناوری کار خود را در کابینه حسن روحانی آغاز خواهد کرد آقای فرهادی در حالی بر صندلی ریاست این وزارتخانه تکیه خواهد زد که پیش از او محمود نیلی احمد بودی و فخرالدین احمدی دانشاشتیانی نتوانسته بودند اعتماد نمایندگان را جلب کنند محمد فرهادی که 65 سال دارد پیش از این نیز تجربه وزارت در جمهوری اسلامی را داشته است او در دولت دوم میر حسین موسوی به عنوان وزیر فرهنگ و آموزش عالی و در دولت اول محمد خاتمی به عنوان وزیر بهداشت فعالیت داشته است آقای فرهادی در جلسه رای اعتماد خود خطاب به نمایندگان گفت قصد دارد در صورت به دست آوردن این سمت تحولی در علوم انسانی ایجاد کند حسن روحانی که برای حمایت و دفاع از وزیر پیشنادی خود روز چهارشنبه به مجلس رفته بود محمد فرهادی را فردی انقلابی مؤمن معتدل و معتقد به تحول در دانشگاه توصیف کرد و رأی اعتماد به وی را پیوند بسیار مبارکی میان دولت و مجلس خواند آقای روحانی قبل از آغاز دفاع خود از محمد فرهادی از سایت ها و رسانه ها خواست تا رأی اعتماد نیاوردن وزرای پیشنهادی را به مسائلی منتصب نکنند که نتیجه آن اهانت به مجلس و نمایندگان باشد. آقای روحانی در ادامه سخنانش ایران را دارای یک دموکراسی ویژه خواند که غیر است و در دنیا کمتر دیده شده است. رئیس جمهوری ایران با اشاره تلویحی به میزان رأی خود در انتخابات ریاست جمهوری و حمایت مردم خطاب به نمایندگان گفت اگر اختلاف فرد برگزیده شده با نفر بعدی یک میلیون رأی بود میگفتیم این گفتمان ها به هم نزدیک است اما اگر گفتمانی رأی آورد که رأیش سه برابر نفر بعدی است یعنی 13 میلیون اختلاف دارد این نشان از این دارد که گفتمان نفر اول مورد تایید مردم است جلسه رای اعتماد به محمد فرهادی البته بدون هاشی های غیر نیز نبود. یکی از این هاشی ها نطق علی متحری نماینده تهران در مخالفت با وزیر پیشنادی بود که به گفته وی در فتنه نقش داشته است. آقای متحری در سخنانش به ای اشاره کرد که میر حسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران و شمار دیگر از فعالان سیاسی در سال 88 در اعتراض به برخوردهای امنیتی با معترضان به نتیجه انتخابات آن سال خطاب به مراجع تقلید نوشته بودند. به گفته آقای متحری، محمد فرهادی نیز پای این نامه را امضا کرده و به همین دلیل میتوان این گونه برداشت کرد که او نیز جزء فتنه‌گران بوده است آقای مطهری ادامه داده اگر مجلس به فرهادی رأی اعتماد دهد از خط قرمزهای اکثریت عبور کرده و متهم به رفتار یک بام و دو هوا می شود. رخداد غیرمنتظری دیگر در جلسه رأی اعتماد به محمد فرهادی نطق الیاس نادران نماینده نزدیک به جمعیت ایسارگران و از مخالفان سرسخت دولت روحانی در موافقت با وزیر پیشنهادی بود آقای نادران که پیش از این نیز در جلسه رأی اعتماد به نیلی احمدآبادی در مخالفت با وی او را فتنهگر خوانده بود دو دلیل عمده موافقت خود با محمود فرهادی را رفتار آقای فرهادی در مدیریت هلال احمر و دیگری مشی اعتدالی ویدانست که در هیچ حلقه تندرو مشارکتی و غیر مشارکتی حضور نداشته است. الیاس نادران رأی موافق نمایندگان به محمد فرهادی را موافقت مشروط خواند و حمایت مجلس از وی را تا زمانی دانست که فرهادی سرباز ولایت باشد. به گفته برخی طرفداران دولت یکی از دلایل مخالفت با وزیر برکنار شده علوم، کنکاش در مورد نابسامانی و فساد در اعطای بورسیه های دولتی در دولت سابق بود که واکنش های بسیاری را برانگیخت. حال مشخص نیست که آیا پیگیری این موضوع همچنان در دستور کار وزیر جدید قرار دارد یا خیر. برخی از نمایندگان مجلس بعد از تمدید مذاکرات هسته ایران با شش قدرت جهانی در گفتگو با خبرگزاری ها از زیاد خواهی آمریکا به عنوان مهمترین علت اصلی شکست این دور از مذاکرات نام بردند. آنها همچنین به سراحت اعلام کردند تمدید هفت ماهی مذاکرات به ضرر طرفی خواهد بود که به تعهدات خود در توقف فعالیت های ای عمل کرده است. این نمایندگان محافظه کار همچنین از تیم مذاکره کننده به خاطر ناتوانی در امضای توافقنامه که متضمن لغو تحریم ها شود انتقاد کردند یک روز پس از تمدید مذاکرات علی خامنی خطاب به قدرت های جهانی گفت آنها نخواهند توانست ایران را به زانو درآورند رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران وجود تفکر صلح در کرانه باختری را موجب بسیاری از بدبختی های جامعه فلسطینی اعلام کرد آقای شریف با اشاره به اظهارات علی خامنه‌ای مبنی بر ضرورت تسلیح کرانه باختری گفته است در صورت مطالبه مردم این منطقه برای مسلح شدن دستور خامنه‌ای محقق خواهد شد به نظر می‌رسد علیرغم تاکید علی خامنه‌ای در مورد ضرورت تسلیح کرانه باختری هنوز جمهوری اسلامی موفق به پیاده کردن کامل این سیاست در منطقه نشده است بیشتر نیز مقام‌های جمهوری اسلامی برای اهدای یک بسته نظامی به لبنان علامه آمادگی کرده بودند گروهی از محافظ خواستار برخورد قوه غذایی با جواد کریمی قدوسی به دلیل افشای جزئیات مذاکرات حسن روحانی با علی خامنهای درباره پرونده هسته شدند. آیه کریمی قدوسی دو روز پیش در یک سخنرانی گفته بود حسن روحانی با ارائه گزارش های جهتدار به خامنهای درباره وضعیت وخیم اقتصادی وی را برای موافقت با امضای توافقنامه جدید تحت فشار قرار داده است. برخی از فعالان محافظ کار در شبکه های اجتماعی نیست به سخنان کریمی قدوسی واکنش نشان داده و از این نماینده مجلس خواستند از انتشار مذاکرات محرمانه نظام خودداری کند. اما بعد از تمدید مذاکرات هسته ایران با کشورهای پنج به علاوه یک اتحادیه اروپا تعلیق برخی از تحریم ها علیه ایران برای مهار برنامه هسته ایش را تمدید کرد. در همین حال اقساط پنجم و ششم دارایی های مسدود شده ایران واریز شد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تایید کرد که اقساط پنجم و ششم از دور دوم آزادسازی دارایی های مسدود شده ایران به حساب این بانک واریز شده است. این گزارش که در سایت بانک مرکزی ایران منتشر شده است میگوید که 500 میلیون دلار بر اساس توافق ایران و گروه پنج به علاوه یک از منابع بانک مرکزی در کره جنوبی به حساب این بانک در کشور عمان به عنوان قسط پنجم و مبلغ 400 میلیون دلار از منابع بانک مرکزی در هند به حساب این بانک در امارات در قالب قسط ششم واریز شد. با این حساب در قالب دور دوم آزادسازی دارایی های مسدود شده ایران در خارج دو ممیز هشت میلیارد دلار در اختیار ایران قرار گرفته است. به این ترتیب طی یک سال گذشته دقیقا هفت میلیارد دلار از دارایی های ایران بر اساس توافق ژنو آزاد شده است. تا کنون کشورهای کره جنوبی، ژاپن و هند دارایی های مسدود شده ایران در این کشورها را در قالب تفاهم هسته‌ای ژنو آزاد کردند. اوایل سال جاری میلادی دولت آمریکا اعلام کرد که دارایی های بلوکه شده ایران در خارج احتمالاً حدود 100 میلیارد دلار است. تیرماه امسال هم منصور حقیقت پور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت تایید کرد که همکنون 100 میلیارد دلار از دارایی های ایران در خارج بلوکه شده است و در صورت رسیدن به توافق جامعه هسته‌ای آزاد خواهند شد. در همین راستا اتحادیه اروپا هم تعلیق برخی از تحریمها علیه ایران برای مهار برنامه هستهایاش را تمدید کرد به گزارش خبرگزاری فرانسه از بروکسل این تمدید شامل تعلیق ممنوعیت بیمه حمل و نقل دریایی نفت معاملات طلا و بعضی نقل و انتقالات مالی است بخش دیپلماتیک اتحادیه اروپا در بیانیه ای گفته است که 28 عضو این اتحادیه تعلیق تدابیر محدود کننده اتحادیه اروپا علیه ایران را تا سی جوانه 2015 تمدید کردند. اعضای اتحادیه به شکل کتبی در این مورد تصمیم گیری کردند. یک منبع دیپلماتیک به خبرگزاری فرانسه گفت مذاکرات تمدید شده است. تعلیق تدابیر تنبیهی هم تمدید شدند. تعلیق تحریم ها شامل ممنوعیت بیمه و حمل و انتقال نفت خام ایران است که در سال 2012 به اجرا درآمد. این تصمیم همراه با تحریم خرید نفت باعث کاهش 50 درصدی صادرات این محصول توسط ایران شد. اتحادیه اروپا همچنین ممنوعیت داد و سطد طلا و فلزات گرانبها و محصولات پتروشیمی را معلق کرد و سقف نقل و انتقال پولی را که با سایر تحریم ها مرتبط نیستند افزایش داد اتحادیه اروپا این دسته از تحریم ها را نخستین بار پس از گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به حال تعلیق درآورد. این نهاد نظارتی سازمان ملل متحد گفته که ایران به توافق موقت نوامبر 2013 برای کاهش فعالیت های هستهیش متعهد بوده است. تعلیق تحریم ها در ماه ژوئیه سال جاری با هدف هماهنگی با مهلت نهایی مذاکرات با ایران که تاریخ 24 نوامبر 2014 بود، بار دیگر تمدید شده بود. ایران و قدرت های جهانی روز دوشنبه سوم آذر نتوانستند در مذاکرات هسته‌ای و پایان دادن به دوازده سال بمبست به توافق برسند این مذاکرات با توافق طرفین به مدت هفت ماه تمدید شد یک مقام سازمان ملل اعلام کرد گروه تروریستی داعش در طول یک سال گذشته بین 35 تا 45 میلیون دلار از محل باجگیری درآمد داشته است. مقام سازمان ملل همچنین تصریح کرده گروه القاعده نیز بین سالهای 2011 تا 2013 حدود 20 میلیون دلار از این راه درآمد داشته همچنین گروه بکوهرام در نیجریه و از شباب در سومالی که از شاخه‌های القاعده هستند میلیون‌ها دلار در سالهای گذشته از این راه درآمد کسب کردند بر اساس این گزارش درآمد گروه ابو ابوسیاف در فیلیپین نیز 1.5 میلیون دلار بوده است اعضای اوپیک فردا پنجشنبه در نشست خود در وین درباره کاهش سقف تولید تصمیم خواهند گرفت این جلسه در حالی برگزار خواهد شد که قیمت نفت در ماهای اخیر سقوط کرده است برخی کشورها چون ونزوئلا و اکوادور خواستار کاهش سقف تولید هستند جمهوری اسلامی ایران نیز بدون اعلام رسمی از چنین سیاستی حمایت کرده اما عربستان با کاهش تولید مخالف است مگر اینکه سهمیه آن در بازار نفت تضمین شود دفتر دادستانی پاریس روز سهشنبه اعلام کرد شرکت نفتی توتال فرانسه به اتهام فساد مالی در ارتباط با قراردادهایی که با ایران بسته به دادگاه می روید و در خبر دیگر لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه نسبت به حل مناقشه هسته ایران ابراز خوشبینی کرد. محمد رضا شاهید خبرنگار ما از پاریس و جزئیات بیشتر از این دو خبر. نشریه معتبر فکاهی سیاسی شغلی دو مطلبی دارد در ارتباط با کمپانی نفتی توتال و پرداخت رشوه به دو رابط ایرانی حدود 38 میلیون یورو البته کمپانی پذیرفته است که حدوداً 398 میلیون یورو رشوه پرداخت است پرونده به سالهای دهه 90 و 2000 برمیگرده البته یک بار دادگاه در سال 2007 تشکیل شد در آن زمان آقای کریستوف تو مرجوری که اخیرا مدیر توتال بود و در یک حادثه در اکتبر در فرودگاه مسکو جان باخت او آن موقع مدیر خاور میانه کمپانی نفتی توتال بود است و همطور که میدونید در تمام کشورهای صاحب اخلاق چه پرداخت رشوه و چه دریافت رشوه به همان اندازه جور محسوب می شود و دادگاه به مرحله دومی ارجاع شده تا مشخصات بیشتر و جزئیات بیشتری اعلام بشود اما در کنار این مسئله پرونده هسته ایران دیروز آقای فابیوس در یک مصاحبه اظهار خوشبینی کرد که تا به حال آنقدر که لازم بوده سعی و تلاش و خوشبینی وجود نداشته برای پایان دهی به یک پرونده که از یک دهه هم گذشته است اما یکی از مسائلی که برای جمهوری اسلامی ایران گره کار بود در مذاکرات پایگاه عراق و نظارت بر کار آب سنگین و غنیسازی که قرار است با حضور ناظرانی انجام بشد و از طرف دیگر مسئله رفع تحریم هاست که جمهوری اسلامی ایران اجازه داره حدود 700 میلیون دلار در ماه نفت صادر کنه همکنون دولت های هند، ژاپن، چین و کره جنوبی که کره جنوبی نمایندگانی همکنون در ایران داره برای خرید 500 میلیون دلار نفت که همطور که گفتم در مجموع این رقم از 700 میلیون دلار نباید تجاوز کنه به حال در رابطه با رفع تحریم ها و پرداخت رشوه که میدونیم احتمالا کمتر خواهد شد شناسایی این دو نفر و یا خانواده آغازاده ها که در یک حلقه بسیار کوچکی وجود دارد خیلی دشوار نباید باشه پاریس تلویزیون ایران فردا حسین زلفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور ایران گفت عامل پاشی ها در اسفان هنوز دستگیر نشده و بررسی ها همچنان ادامه دارد آقای زلفقاری همزمان از دستگیری یک نفر در تهران که قصد اسیدپاشی داشته خبر داده است و بدون ذکر زمان این حادثه گفته است یک عامل اسیدپاش که قصد انجام این کار را داشته پیش از وقوع حادثه دستگیر شده است حشمت الله تبرزدی زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج از شرکت در جلسه دادگاه خودداری کرد. آقای تبرزدی گفته تا زمانی که ابلاغیه رسمی جهت شرکت در دادگاه به دستم نرسد و دلایل احضار مشخص نشود از رفتن به دادگاه امتنا می کنم. حشمت الله تبرزدی دبیر جبهه دموکراتیک ایران است و سابقه چندین بازداشت و بیش از ده سال زندان را در پرونده خود دارد. ای در سال 88 مجددا بازداشت و به 9 سال زندان محکوم شد در خبر دیگر مصطفی تاجزاده به مرخصی سه روزه آمد این عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تابستان گذشته پس از انتشار شکایت از سردار مشفق برای اجرای حکم 6 ساله خود به زندان بازگشت محمد علی سید ابریشمی معاون وزیر صنعت ایران از تو توقف فعالیت 14 هزار واحد صنعتی در ایران خبر داد. وی همچنین اعلام کرده 22 هزار واحد صنعتی با ظرفیت کمتر از 50 درصد کار می کنند و 24 هزار واحد صنعتی نیز با ظرفیت 50 تا 70 درصد به کارشان ادامه می دهند. معاون وزیر صنعت تصریح کرده 70 درصد مشکل توقف فعالیت کارخانه ها به تأمین نقدینگی مربوط است و بخشی از این صنایع نیز به دلیل مشکل بازار فروش و اختلاف با شرکا تعطیل شدند. بر اساس سندی که منتشر شده سازمان تامین اجتماعی در روزهای پایانی سال گذشته توزیع 25 هزار سهمیه بیمه کارگران ساختمانی را به نمایندگان مجلس سپرده است این سند را خبرگزاری ایلنا منتشر کرد و بعد از مدت کوتاهی آن را از خروجی خود حذف کرد سازمان تامین اجتماعی در 27 اسفند پارسال حدود نیمی از پنجاه هزار سهمیه بیمه کارگران ساختمانی را به نمایندگان مجلس سپرد تا نمایندگان این سهمیه ها را در حوزه های انتخاباتیشان توضیح کنند. اختصاص این سهمیه ها در حالی است که سهمیه بیمه این گروه از کارگران به طور معمول بر اساس نوبت ثبت نام و پس از تایید صلاحیت آنان توسط نهادهای سنفی کارگری و بازرسان سازمان تأمین اجتماعی در اختیار آنان قرار می گیرد. پیشتر رئیس کانون انجمنهای سنفی کارگران ساختمانی کشور از منتفی شدن سهمی بندی بیمه کارگران ساختمانی در بودجه امسال خبر داده بود. اکبر شوکت به ایلنا گفت به دلیل آنکه سهمی بندی بیمه کارگران ساختمانی در بودجه 93 ذکر نشده است، پرداخت سهمیه بیمه کارگران ساختمانی از محل صدور پروانه های ساختمانی صورت خواهد گرفت. قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی سازمان تأمین اجتماعی را موظف کرده است با منابع حاصل از فروش پروانه ساخت به کارفرمایان توسط شهرداری ها تمام کارگران ساختمانی را بیمه کند. در حال حاضر به گزارش خبرگزاری ها در ایران، 800 هزار کارگر ساختمانی بیمه شدند و همین تعداد نیز فاقد بیمه هستند. خبرگزاری ایلنا روز چهارم آذر در گزارشی در مورد سند واگذاری های بیمه کارگران ساختمانی به نمایندگان مجلس که حذف شد نوشت به نظر میرسد این اقدام سازمان یافته در آستانه انتخابات مجلس به قصد کمک به نمایندگان در جذب آرا صورت گرفته باشد. این خبرگزاری اشاره کرد اقدام سازمان تأمین اجتماعی زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که نمایندگان مجلس از تابستان امسال در تلاش هستند با تغییر ماده پنج قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی شرایط جدیدی را برای بیمه آنها تعیین کنند. بر اساس این ماده سازمان تامین اجتماعی باید 7 درصد حق بیمه را از کارگران ساختمانی و بخشی از سهم حق بیمه را کارفرما از مالک دریافت کند به نوشته تبصره یکی این ماده ما با تفاوت ناشی از اجرای این حکم برای پوشش 20 درصدی حق بیمه سهم کارفرما بعد از اعلام سازمان تامین اجتماعی و پس از تایید وزارت کشور از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز می شود. اما شورای نگهبان در سال جاری ضمن مقایر دانستن تبصره یک این ماده با اصل 75 قانون اساسی گفته بود مجلس در این تبصره درآمدهایی که از قبل پیش بینی و محل مصرف آن تعیین شده را برای جبران ما تفاوت ناشی از اجرای این ماده در نظر گرفته است اصل 75 قانون اساسی گوید طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می انجامد در صورتی قابل تر در مجلس است که در آن چگونگی جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد. نمایندگان مجلس در مهر برای رفع ایرادهای شورای نگهبان به حذف این تبصره رأی دادند اما شورای نگهبان یک بار دیگر این ماده را مغایر اصل 75 قانون اساسی اعلام کرد در صورت تصویب این طرح بیمه حدود 40 درصد از 800 هزار کارگری که بیمه شدهاند لغو خواهد شد اکبر شوکت رئیس کانون انجمنهای سنفی کارگران ساختمانی کشور روز اول آذر در مصاحبه با ایلنا محرومیت گسترده کارگران ساختمانی از بیمه را به دلیل کسری منابع سازمان تأمین اجتماعی بر اثر تصویب احتمالی طرح مجلس دانست. آقای شوکت با وعده و وعید دانستن قول نمایندگان مجلس برای جبران کسری منابع گفت نمایندگان در حال حاضر طرح را مسکوت بگذارند و هرگاه جایگزین درآمدی پیدا کردن آن را دوباره به جریان بیاندازند. این خبر در حالی است که سازمان تامین اجتماعی از ابتدای امسال حتی یک کارگر ساختمانی را هم بیمه نکرده است در واکنش به این موضوع حدود یک هزار تن از کارگران ساختمانی روز 25 آبان در مقابل مجلس تجمع کردند اعتراض ها در شهر فرگوسن در ایالت میسوری آمریکا که از سوم آذر ماه آغاز شد همچنان ادامه دارد. به گزارش سی در این اعتراض ها دست کم دوازده ساختمان در این شهر به آتش کشیده شده است. در حالی که اکثر معترضان دست به تظاهرات صلح زده بودند، برخی دست به قارت مغازه ها زدند. اعتراض ها در فرگوسن روز دوشنبه در پی تبرعی مامور پلیس آغاز شد که مسئول کشته شدن یک نوجوان سیاه‌پوست در این شهر است. این افسر پلیس مرداد ماه گذشته مایکل براون 18 ساله را با شلیک 12 گلوله کشت مقامات پلیس فرگوسن میگوین دستکم 29 نفر را بازداشت کردند در طی سه و نیم سالی که از بحران سوریه میگذرد بیش از پانزده هزار زن و کودک در این کشور بر اثر خشونت های رژیم اسد کشته شدند. تحقیقات سازمان های حقوق بشری نشان میدهد خشونت در سوریه بیشتر زنان و کودکان را تحت تأثیر قرار داده است. بهنام امینی خبرنگار ما از ترکیه گزارش میدهد. دیدبان حقوق بشر سوریه در گزارشی که به مناسبت 25 نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان منتشر کرده زوایای جدیدی از وضعیت زنان و کودکان آواره سوری ارائه میده در این گزارش عنوان شده به علت اقدامات خشونتبار نیروهای رژیم اسد از سال 2011 بدین طرف 15372 زن و کودک جان باختند در این گزارش علاوه بر خشونتی که نیروهای اسد بر زنان و کودکان در طی سالهای اخیر اعمال کردند به اقدامات خشونت آمیز تروریست های داعش هم اشاره شده از جمله اینکه عنوان شده در منطقه کوهستانی حما در شهرهای دیرالزور و رقه 81 زن توسط نیروهای داعش به قتل رسیدند که 5 تن از این زنان بشی به شیوه سنگسار کشته شدند در این گزارش همینطور گفته شده که 255 زن هم از سوی دیگر نیروهای مسلح که در سوریه در حال جنگ هستند کشته شدند. جدای از این آمارها، این گزارش در واقع بر این نکته تاکید میکنه که در طی 3.5 سالی که از آغاز بحران در سوریه میگذره، بالغ بر 2 میلیون نفر از زنان سوریه در وضعیت پناهجویی و آوارگی قرار گرفتن که این رقم برابر با 35 درصد کل آوارگان سوری هستش. بر روی آمارهای ارائه شده در این گزارش بر این نکته هم تاکید میکنه که جنگ داخلی در سوریه بیشتر زنان و کودکان رو تحت تاثیر خودش قرار داده و بیشترین آسیب انسانی رو به این قش وارد کرده اما آموزش بده و تجهیز کن عنوان خبر دیگه هست در ارتباط با سوریه منابع نزدیک به وزارت امور خارجه ترکیه با درج این عنوان از موافقتنامه نامه جدیدی میان ترکیه و امریکا صحبت میکنن که بر اساس اون بیش از 2000 نفر از نیروهای ارتش آزاد سوریه در ترکیه آموزش نظامی خواهند دید. در مدل آموزش بده و تجهیز کن در واقع ترکیه فرایند آموزش نیروهای ارتش آزاد رو بر عهده خواهد داشت و امریکا تجهیزات این نیروها رو فراهم خواهد کرد همینطور منابع نزدیک به وزارت امور خارجه ترکیه گفتن که این آموزش ها در شهر کرشهیر ترکیه صورت خواهد گرفت و نیروهایی که قرار هست این آموزش ها رو ببینن توسط خود ارتش آزاد سوریه معرفی میشن جدا از آموزش نیروهای ارتش آزاد وزارت خارجه ترکیه گفته که تا کنون سی نیروی پیشمرگه کرد عراقی نیز توسط ارتش ترکیه آموزش دیدند ترکیه از یک ماه پیش آموزش پیشمرگه های کرد عراقی را آغاز کرده و گفته این آموزش ها تنها منحصر به پیشمرگه نخواهد بود و شامل نیروهای ارتش عراق هم خواهد شد همینطور در خبری مرتبط با سوریه منابع نزدیک به وزارت خارجه ترکیه اعلام کردند که موضوع استفاده امریکا و متحدانش از پایگاه هوایی اینجلی که ترکیه در نبرد با داعش منتفی نیست رایزنی ها میان دو کشور ادامه داره و در صورت تعیین هدف و استراتژی مشترک میان دو کشور برنامه‌ریزی در این باره صورت خواهد گرفت وبسایت الف در یادداشتی نوجوان قاتل معلم خود در بروجرد را قربانی یک جامعه بی اخلاق، پرخوشگر، بی تحمل، حریص و بی ره معرفی کرده و افزوده مسئولان کشور به جای پذیرفتن مسئولیت و تلاش برای جلوگیری از تکرار وقایع مشابه در آینده تنها سعی در پنهان کردن خبر یا کوچک جلوه دادن ابعاد فاجعه آمیز آن هستند محمد قنبری فرمانده نیروی انتظامی استان لرستان میگوید دانش آموزی که معلم خود را چا با چاقو به قتل رسانده متواری است و تلاش ها برای دستگیری او ادامه دارد محسن خشخاشی معلم فیزیک دبیرستان حافظیه در بروجرد اول آذر ماه توسط یکی از دانش خود با ضربات چاقو مورد حمله قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان بر اثر شدت جراحات وارده درگذشت. فیلیپ هامون وزیر خارجه بریتانیا میگوید مسائل فنی مانع بازگشایی سفارت این کشور در تهران شده است تجهیزات و کامپیوترهای سفارت بریتانیا در تهران در جریان حمله سه سال پیش شماری از بسیجیان به ساختمان آن از بین رفت فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا میگوید تلاش ها برای بازگشایی سفارت این کشور در تهران به دلیل موافقت نکردن دولت ایران با ورود تجهیزات کامپیوتری مورد نیاز سفارت با مانع روبرو شده است. آقای هاموند گفت با وجود این مطمئن است که روند بازگشایی سفارت بریتانیا در ایران که از زمان وزارت ویدیام هیک شروع شده ادامه خواهد یافت. فیلیپ هاموند در صحبتهایش درباره برنامه هسته ایران در مجلس عوام بریتانیا گفت بازگشایی سفارت این کشور در تهران برای بازسازی روابط حیاتی است. وزیر خارجه بریتانیا به نمایندگان مجلس عوام گفت مشکلات فنی وجود دارد که به سادگی قابل حل نیست. ما نیاز داریم که مقدار قابل توجهی تجهیزات وارد ایران کنیم. بخش زیادی از تجهیزات عملیاتی سفارت در جریان وقایع نوامبر 2011 از بین رفت. اگر قرار باشد ما آنجا شروع به کار کنیم، نیاز داریم تجهیزاتمان را به شیوه امن و مورد اطمینان به آنجا منتقل کنیم. به گفته آقای هاموند هنوز دو طرف بر سر شیوه انتقال این تجهیزات به داخل سفارت به توافق نرسیدند. وزیر امور خارجه بریتانیا انتقال این تجهیزات کامپیوتری را برای از سرگیری صدور ویزا در ایران ضروری دانست. وی گفت برای حل این مسئله همچنان با مقام ایران در ارتباط هستیم. هرچند که به وضوح گفته ایم که این مسئله ربطی به مباحث مربوط به مذاکرات هسته ای ندارد. وی تاکید کرد سه سال بعد از حمله به سفارت بازگشایی سریع اما مطمئن باید جزء اولویتهای تمام احزاب پارلمان باشد. از زمان تعطیلی سفارت بریتانیا در تهران خدمات کنسولی و صدور ویزا هم متوقف شده و متقاضیان ایرانی باید از کشوری سوم مانند ترکیه یا امارات برای گرفتن ویزا اقدام کنند. بعد از حمله به سفارت بریتانیا، دولت این کشور دستور اخراج دیپلمات‌های ایرانی را از بریتانیا صادر کرد و خدمات کنسولی ایران در لندن هم متوقف شد. هرچند از تابستان امسال این خدمات در محل سفارت ایران در لندن از سر گرفته شده است. بعد از انتخابات دوره 11 ریاست جمهوری در ایران و تغییراتی که در سیاست خارجی جمهوری اسلامی روی داد، در مهر ماه سال 1392 سخنگوی وزارت خارجه ایران از تصمیم دو کشور به تعیین کاردارهای غیر مقیم خبر داد و این تصمیم بعد از مدتی به اجرا درآمد. اواخر خرداد ماه امسال ویلیام هیک وزیر خارجه سابق بریتانیا با تاکید بر مساعد بودن شرایط برای باز شدن سفارت بریتانیا در ایران گفت که روند این بازگشایی تدریجی و گام به گام خواهد بود در آن زمان آجی شارما کاردار غیر مقیم بریتانیا در تهران در توییتر خود ابراز امیدواری کرد که خدمات ارائه ویزا طی چند ماه آینده در سفارت بریتانیا در تهران راه اندازی شود. سفارت بریتانیا در تهران در پی حمله گروهی از معترضان در نوامبر سال 2011 آذر 1390 تعطیل شد و در پی آن بریتانیا کارکنان و دیپلمات‌های خود را از تهران خارج کرد. روزنامه جمهوری اسلامی نوشته کودتای فرهنگی خزنده ای به نام طلاق علیه کانون خانواده در ایران آغاز شده و مسئولان کشور باید در این زمینه چاره اندیشی کنند یک کارشناس دادگستری گفته با اینکه طلاق امری نابهنجار است کم کم به یک هنجار اجتماعی در کشور تبدیل شده و حالا زوجین برای جدایی جشن طلاق می و حلقه خود را با چکش در این مراسم می شکنند و این مهمترین علت طلاق را عدم آموزش قبل از ازدواج دانسته است امورها نشان می‌دهد در هر ساعت 18 طلاق در ایران به ثبت رسیده است بنیاد شهید علت مرگ علی رضا ستاری عضو گردانهای امنیتی امام علی که مقام های جمهوری اسلامی از وی به عنوان یکی از شهدای فتنه نامی برند را جراحی زیبایی اعلام کرده است. علیرضا ستاری که به عنوان عضو بسیج در سرکوب اعتراض های سال 88 نقش داشت، بهمن ماه سال 92 در پی یک عمل لیپوساکشن درگذشت. در آن زمان سازمان بسیج و سپاه پاسداران و رسانه های وابسته به آنها مدعی شدند که وی به خاطر جراحت های ناشی از ضرب و جرح معترضان جان باخته است. با این خبر به پایان این مجموعه خبری میرسیم ممنونم که با ما همراه بودید از طرف خودم و گروه خبر شب و روز خوبی را برای شما آرزو میکنم